Ассаламу алейкум, тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Таъмини истиқлолияти комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки дар замони соҳиби истиқлолии кишвар дар асоси дурнамо ва нақшаи муосир дар ин самт муваффақиятҳои комил ба даст омадаанд. Самандар Искандарзода мавзӯро шарҳ медиҳад. جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ برقرار شونده گیدروانرژتیکی و دیگر امکانات تولید کننده نیروی برق می باشد که هنگام مورد استفاده قرار دادن آنها تاجیکستان احتیاجات خود را با نیروی برق پورا قانع گردانیده این چنین امکان پیدا می کند که صادرات آن را به خارج کشور براه موند و دیگر دولت ها را با نیروی برق از جهت اکولوژی تازه تامین ساخته در رشد اقتصادیات منطقه سهم گذارد. بهترگردی سطح زیست و زندگی مردم، رشد بنظام ساحه‌های مختلف کشور در زمان معاصر از ساحه انرژتیکا وابستگی زیچ دارد. در برابر رشد یافتن ساحه انرژتیکی کشور معلوم است که استحصالات نیست رشد کرده ایستاده است. در برابر این سطح نیکو احوالی اهالی نیز بهتر شده ایستاده است و طلبات با نیروی برق سال از سال زیاد شده ایستاده است. از این لحاظ پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته شده در دایره سیاست موفقانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در این سمت نقشه‌های نظررس عملی گردانیده شد که ثمره نیک را به بار آورده است. با تلاش و زحمت‌های محترم پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت برای زیاد کردن اقتدارهای استحصالی نیروی برق انشاءات‌های زیاد ساخته و استفاده داده شده. مخصوصا می‌خواهم قید نمایم به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک، سنگتوده دو، مرکز برق و گرمیدهی نوبت دویم شهر دوشنبه. در برابر بنیاد نیروگاه های برقی آبی خرد و بزرگ و برقرارسازی اقتدارهای موجوده، کشیدن خطای نوی انتقال دهنده نیروی برق نیز برای تامین گردیدن ساکنان مملکت با نیروی برق و حل مشکلات ساحه اساس گذاشت. فقط در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 1300 کیلومتر خطهای برقی بلندشدت ساخته به استفاده داده شدند. زیاده از 60% نیروی برقی که استحصال می‌گردد از طرف اهالی استفاده می‌شود. یعنی که ذخیره پتانسیلی که برای صرفه‌جویی نیروی برق استفاده بردن ممکن است در ساحه معیشی یعنی که اهالی زیادتر است. بعدن ساحه استحصالات و هم ساحه کمونالی رسیدن به استقلالیت انرژتیکی این براه موندنی صرفه‌کاری استفاده برای نیروی برق میباشد. وابسته به این رشد بنظام ساحه انرژتیکی مملکت از ساکنان ثمرناک استفاده بردن نیروی برق را تقاضا میکند، زیرا با راه صرفه و سرشتکاری میتوان دورنما را تامین و دستاورد ساحه را بیشتر کرد. سمندر اسکندرزاده، بهادر استم، اخبار. شهر خوروخ با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیر اندیشی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت باز هم آباد و زیبا میگردد. در شهر خوروخ تدبیرهای سبز و خرمگردانی در نزد بناهای اداره، تشکیلات و مؤسسه های شهری ولایتی گذرانده شده، گلهای آرایشی صدبرگ و دیگر نمودی گلهای رنگارنگ شینانیده می شود. در دوره کارهای آبادانی سازندگی با استقبال جشنهای انتظار مرکه آبادانی سازندگی در حدود ولایت من جمله شهر خوروخ وسعت تازه کسب نموده است. طول یک ماه میشود که کارمندان دستگاه مرکزی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظرآباد گردانیدن حدود بینای مقامات کمر همت بستند. این اقدام جوانان باعث دلگرمی و زینت بخشیدن راهروها، جویبارهای آبگذر، تخت و هموار و بتونپوش کردن گلگشتها برای شینوندن گلهای آرایشی به میان آمد. تا امروز در حدود بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 3000 گل زیبای صدبرگ شنونده شد که اکثریت آنها امروز ها شکفته و گلگشت و خیابان های نزد بنای حکومت ولایت حسن دیگر زم کردند. امروز گلگشت و خیابان های شهر خوروخ کلا تغییر یافته استودند و امروز از دانشگاه دولتی خوروخ هم خیلی که معلوم است در این مسئله پیش صف است و البته در خرم و آبادگردانی خود
دانشگاه هم دانشجویان و هم استادان سهمگزارند. در مدت کوتاه جوانان برای شنوندن گل‌های آرایشی در شفت جاده مرکزی شرایط فراهم آورده، با پر کردن داخل راهروها با خاک و دادن غذا، از شهر دوشنبه بیش از 3500 گل رنگارنگ وارد کرده شنوندن آن را آغاز بخشیدند. گل‌هایی که شنوندند آن را هر روز آب داده از آن یعنی نگاه بی میکنند و سیموی شهر یک حسن زیبای نو را عطا می نمایند. برقرارسازی گلگشت های نزد میدان پرچم دولتی که با گذشت ایام به نوسازی نیاز پیدا کرده بود جریان گرفت، زیرا این مکان جای اساسی برگزاری چهارابینی های تنتنوی فرهنگی ولایت و شهر به حساب می رود که جای سیر و گشت ساکنان و مهمانان و جهانگردان خارجی تبدیل یافته است. بعد برقرار کردن گلگشت های نزد مجسمه نخستین اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی نیز از جانب شهرداری گل های زیادی صدبرگ و آرایشی شنونده شد که نشو نمای خوب دارند. چنین روند کارهای آبادانی سازندگی به خاطر تجلیل سزاوار جشن مقدس کشور 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نگرانیده شده با مرام در حدود ولایت ادامه دارد. موضوع دیگر، یادگاری های سرازم بزرگترین کشفیات در ساحه ارخیالوگی آسیای مرکزی بوده، با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2020 5500 سالگی سرازم بوستانی همچون مرکز تشکل تمدنی کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته می شود. اوید به تاریخ سرازم بوستانی زلفیه رحیمزاده گزارش می دهد. سرازم آغاز تمدن تاجیکان اعتراف گردیده همچون شهرک در زمان عهد برنجی و اوهان پیدا شده است. نخست محقق سرازم بستانشناس عبدالجان اساقی مساحت یادگاری را تا 100 گکتر معین نموده، شماره اهالی آن را تا 8000 ارزیابی نمود. بزرگی مساحت یادگاری، شماره و زیچی جایگیرشوی اهالی سرازم، مرکز بناهای معموری مذهبی، رسته‌های هنرمندی در سمت جنوب و شرقی آن نشانه و خاص اولین شهرهای شرقی میانه میباشد. سالهای 70 قرن 20 از طرف ساکنین محلی همین جماعت سرازم از شورای تایلند و همگام ساختمان بنای خیش صدفاً تبر تیشی بیرون را پیدا میکنند. از بازیافت مذکور باستانشناس نخست کشاف سرازم عبدالجان اساقی درک میابند و به این موضع میآیند و سال 76 سر کرده در این موضع که ما قرار داریم یک چند خندقه های سنجشی میگذارند و در نتیجه کاوش‌های بعدی از سال‌های 70 تا 80 معلوم گردید که در این موضع یکی از اولین شهرها اوروآسیو موجود بودند. سال 1984 نخستین اکسپدیسیای بین‌المللی بستانشناسی تاجیکستان و فرانسه در سرازم تحقیقات بستانشناسی آغاز نمود و این همکاری تا امروز ادامه دارد. منبعد در تحقیقات‌های بستانی این یادگاری بی‌نظیر تاریخ خاورشناسان آمریکا، بستانشناسان اسپانیا، آلمان، روسیه و ازبکستان شرکت ورزیدند. موافق معلومات‌ها سرازم قدیم با عصر اینیولیت یعنی منصوب بوده، این هزار ساله چهارم، نیمه هزار ساله چهار و ابتدای هزار ساله سه منصوب می باشد. سال 2010 یادگاری سرازم به فهرست میراث عمومی جهانی فرهنگ یونسکو وارد گردید و با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2020 5500 سالگی سرازم بوستانی همچون مرکز تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته می شود. در دایره این جشنگیری عین زمان آبادانی و سازندگی ها در شهر پنجکند در سطح ضروری راه اندازی کرده شده اند. در آنجا سه اکسپدیسیا یک جایه شده، هم کارهای حفریاتی بستانشناسی برده استادند، زیاده از 100 نمود کارها پیش بینی شده است و در آن زیاده از 20 نمود کارها به همون اینستیتوت تاریخ بستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش تعلق دارد. تنها برای گذراندن کنفرانس ها 8 نمود کار نقشه چهارابینی پیش بینی شده است در این سمت و تنها برای تعمیر آبادکنی همون اطراف سرازم 12 نمود کار حاضر تخلیه شده است و کار رفته استاده است. جشن 5500 سالگی سرازم که در سطح جهانی گذرانیده می شود، مایه خودشناسی و خودآگاهی ارج گذاشتن به تاریخ و حفظ تمدن ملت تاجیک است.
ادامه اخبار. در نتیجه غرق شدن کشتی سیاحی در پایتخت ونگریه شهری بوداپشت 7 نفر به هلاکت رسیده، 19 کس دیگر به نشان گردید. صدمه اتوبوس در شتات ویراک روسی مکزیکا با مرگ 20 مسافر و جراحت برداشتن 18 کس دیگر باعث شد. شرح خبرها از خارج مملکت. در پایتخت ونگریه شهر بوداپشت کشتی سیاحی روسالکا در دریای دونای با صدمه دچار گردیده غرق شد. در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده، 19 کس دیگر به نشان گردید. با کارمندان خدمات داخل دار میسر شد که 9 سیاح را نجات دهند. هنگام رخ دادن صدمه در داخل کشتی 35 نفر از جمله 33 مسافر و 2 ملاح قرار داشت. بیشتر سیاحان شهروندان کره جنوبی میباشند. موافق معلومات پیشکی، کشتی سیاحی شبانه در دریای دونای با یک کشتی دیگر برخورده غرق شده است. نامساعدی وضع هوا با گذراندن عملیات جستجویی خلل وارد کرده است. کارمندان خدمات نجات‌دهی برای پیدا کردن بنشانگشتگان فعالیت دارند. در شتات ویراکروسی مکزیکا اتوبوسی که زائران را انتقال می‌داد به نقلات بارکش برخورد. در نتیجه 20 مسافر به هلاکت رسیده، 18 کس دیگر با جراحات گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا طبیبان وضع سلامتی چند تن از زخمیان را وزنین ارزیابی می‌کنند. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس مکزیکا، پس از رخ دادن صدمه نقلات مسافربر از راه بیرون شده آتش گرفته است. سبب به صدمه دچار شدن اتوبوس زائران در سر زدن نقصان تکنیکی در سیستم بازدارنده آن ارزیابی می‌گردد. در ترکیه کارمندان ساختارهای قدرتی فعالیت گروهی قاچاقچیان را که با انتقال دادن گریزگان از کشورهای شرقی نزدیک به دولت‌های اروپا مشغول بودند برهم زدند. در این رابطه کارمندان مقامات پلیس 20 نفر را بازداشت نمودند. ضمن گفتگوهای منزلی استخاماتی دستگیر شدگان، کارمندان مقامات پلیس در حجم کلان مواد نشئه‌آور و کامپیوترها را یافت و مصادره کردند. عملیات دستگیرکنی جنایتکاران در 4 مضافات ترکیه راه‌اندازی گردید. همزمان در رفت عملیات 569 گریزه بازداشت کرده شده است. قواهای حربی هوای ائتلاف عرب نچندان دور از پایتخت یمن شهر صنعا قرارگاه سلاح بدستان جدای خواه را مشکبران نمودند. در نتیجه ده ها سلاح بدست به ضرر گردانده شد. همچنین از ضربه های هوای انبار و یراق و مهمات جنگی مربوط به گروه های جدای خواه نابود گردید. در یمن دوام 6 سال می شود که ناآرامی های داخلی قطع نمی گردد. در این مدت در نتیجه مناقشه های مسلحانه زیاد از 10,000 نفر هلاک شده، چند میلیون اهالی گریزه شدند. وضع مرکب سیاسی و اقتصادی سبب تا رفت افزایش یافتن شماره گرسنگان می گردد. در ولایت وردک جمهوری اسلامی افغانستان خدمتچیان حربی بر ضد گروه های سلاح بدست عملیات ضد تروریستی گذراندند. در نتیجه 12 سلاح بدست محو کرده شده، چند هم‌مسلک آنها زخمی گردید. عملیات ضد تروریستی نچندان دور از شهرهای میدان شهر جلریز صورت گرفت. کارمندان ساختارهای قدرتی افغانستان در رفت زد و خورد مسلحانه چند تکنیکای حربی سلاح بدستان را نابود کردند. ضمن گذراندن عملیات ضد تروریستی ساکنان آسایشته ضرر ندیدند. در ولایت روینسکی اوکراینا چرخبالی حربی می-8 وزارت مدافع این کشور با فلاکت دچار گردید. بر اثر حادثه 5 نفر هلاک شد. طبق اطلاع وسایل اخباری اومای محلی، پس از چند دقیقه پرواز علاقه با هیئت سرنشین چرخبالی حربی می-8 قطع شده است. بعداً معین گردید که چرخبالی مذکور در ولایت روینسکی با فلاکت دچار شده است. سبب های سقوط کردن چرخبالی می-8 وزارت مدافع اوکراینا معین نیست. در منطقه ملیلیا اسپانیا کارمندان مقامات پلیس 4 نقلیات را جهت تفتیش معنا نمودند. هنگام از نظرگذرانی از داخل ماشین ها گریزگان را پیدا کردند. با گفته کارمندان ساختارهای قدرتی اسپانیا، قاچاقچیان گریزگان را در جای های غیر چشم داشت. از جمله در نزد محرک ماشین ها جای نموده میخواستند از قسم شمالی مراکش وارد اسپانیا نمایند. گریزگان شهروندان کشورهای آفریقا میباشند. وابسته به این کارمندان مقامات حفظ حقوق 4 قاچاقچی را بازداشت کردند. کارمندان ساختارهای قدرتی ابراز میدارند که قاچاقچی بر عوض مبلغ کلان با چنین راه گریزگان را از حدود مراکش وارد اسپانیا میکنند. در کارخانه استحصال چیان شهر ننچن مضافات سیانسی جمهوری خلقی خطای ترکیش رخ داد، سپس سوختار سر زد. در پی حادثه یک نفر جان باخته، 9 کس دیگر جراحت برداشت. به گفته کارمندان خدمات داخل دار در کارخانه استحصال چیان قبر انتقال گاز طبیعی ترکیده است. کارمندان خدمات آتش نشانی برای خاموش نمودن علنگه آتش ساعت ها مبارزه بردند. در شهر اوایت خورسی کانادا هواپیمای خرد سقوط کرد. بر اثر حادثه 2 شهروند شتات های متحده آمریکا به هلاکت رسید. موافق معلومات رسانه های خبری، تیاره خرد پس از چند دقیقه پرواز با بسته به نقصان تکنیکی یک بار به فلاکت دچار شده است.
موضوع دیگر در ناحیه دنغره ولایت خطلان برای تطبیق برنامه دولتی رشد صحه باغ و تاک پروری برای سالهای 2016-2020 تدبیرهای نظررس عملی کرده شد. با این مقصد سال 2017 در دهه غرغره دهات کورس خواجگی یاری رسانی کریم جان دولتوف تاسیس یافت که امروز زحمت صافدلانه سهامدارانش نتیجه خوب میدهند. ادامه موضوع در گزارش زایرشوی تقوی مراد. سال گذشته در زمین های بیکار خوابیده و تلو تپه های دهه های غرغره، حسین شیخ، یکتوت، رخشان زمین، کورز و دنغره بالای دهات کورز 20 گکتر و امسال در موسم نهالشینانی 26 گکتر باغ نو بنیاد کرده شد. خواجگی یاری رسانی کریم جان دولتوف در دهه غرغره سرسوها بودم، دهقانان در این شب و روز کوشش می نمویند که نو نهالان و زراعت و پالیزی ها به نقصان پروریش یابند تا آینده در فراوانی بازارهای مملکت با محصولات تر و تازه کشاورزی سهمی نظررس گذارند. سال 2016 در روزهای اولی تاسیس خواجگی بیش از 700 بیخ نهال میوه‌دهنده به اقلیم مطابق شنانیده شد و امسال سهامداران حاصل خوبی میوه را انتظار هستند. تجربه نشان می‌دهد که هر یک دهقان اگر مدنیت بلندی باغداری داشته باشد و در اساس توصیه ایلمن اساسناک عالمان صحه کشاورزی کارهای اگروتکنیکی را سری وقت انجام دهد، آن وقت حاصل خوب به دست خواهد آمد. مساحت عمومی زمین خواجگی مذکور بیش از 2 گکتر را تشکیل داده، 15 نفر با جای کار دائمی تامین می باشد. امروز در خواجگی مذکور درختان میوه‌دهنده زردالو، سیب، آلو، بادام، نوک حاصل خوب دارند. مورید به تاکید است که کشاورزان دهات کورز ناحیه دنغره ولایت خطلان بهری رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهمی ارزنده گذاشتم، با استفاده از باد و هوای مساعد در زمین‌های بیکار خوابیده و تل و تپه‌ها باغ و تاکزار نو بنیاد می‌کنند. سال 2018 در گوشه دیگری باغ در مساحت بیش از 1 هکتار گرمخانه بنیاد گردید که در آن نهالان لیمو و دیگر زراعت و پالیزی‌ها پرورش می‌یابند. از روی اطلاع در گرمخانه‌های نو بنیاد خواجگی بیش از 100 بیخ نهال لیمو شنانیده شده است. گرمخانه‌هایی که قبلا بنیاد شده است و در آن درختان لیمو شنانیده شده بود، امروز حاصلناکی آنها خوب می‌باشد. زایرشوی تقوی مراد، بهادر ایستم، دنغره، اخبار. با توصیه علمان و متخصصان صحه در ناحیه جلال‌الدین بلخی مرحله با مرحله شماره اویله‌های زنبوری اصل زیاد گردیده، اصل خوشتم و با صفت استحصال کرده می شود. گزارش تورالی صاحب نظر در این خصوص. باد و هوای امسال در کشور برابر دیگر بخش‌های ساحه کشاورزی به سمت زنبوری اصل پروری نیز مساعد آمد. ابراهیم حکیموف ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی همچون زنبور پروری صاحب تجربه که سالیان زیاد است به این شغل سر و کار دارد، ابراز می‌نماید که امسال عالمی بوی نباتات در وادی وخش برای استحصال خوش صفت و بر زیاد اصل خیلی سازگار می‌باشد. در همین امیاز زمستان هم نشد دیگه می‌شد. زنبور امسال نمرد، زنبور بسیار ارزیار اویله، پنج اویله با شد. ما چند خمانه اویله فروختیم. گلای گویایی که امسال در طبیعت زنبور بسیار کار کرد تا حاضر همین پرگر آورده شده. با گفته زنبور پروران، اصلی در تاجیکستان استحصال شده با خصوصیت های طبیعی خود در بازار جهانی ارزش و طلبات زیاد دارد. ابراهیم حکیموف نیز با استفاده از شرایط مساعد مرحله به مرحله شماره اویله های زنبور و استحصال اصل را زیاد نموده، همچنین نازکی های پرورش آن را به دیگر خواهشمندان می آموزاند. ما از همون دوری پنجم سال تا این 2019 به همین زنبور پروری سر و کار داریم و ما پیش 40 اویله داشتیم، حاضر همین اویله را به 200 اویله رساندیم. ما پرینا از 40 اویله زنبور یک تن اصل گرفتیم. امسال من در این موسم ماهی می که اکثریت آدم اصلی زنبوری اصل نمیگیرد، ما با 320 کیلو رساندیم. با گفته زنبوری اصل پروران، از حساب باد و هوا و محیط طبیعی وادی وخش در یک سال می توان تا دو مرتبه حاصل فراوانی اصل را جمع آوری نمود. ابراهیم حکیموف با جانبداری از سیاست اجتماعی دولت و حکومت کشور از حساب جمع آوری حاصل اصل بهاری مقصد کرد که نفران نیازمند و دارای امکانیتشان محدود را با محصول دسترنج خود خوشنود نماید. حکیموف ابراهیم جان با 7 نفر معیوبان و شخص یکا و تنهایی که در قید شعبه خدمت رسانی اجتماعی در خانه مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ناحیه به قید گرفته شده اند، اصل دسترس کرده شد.
زنبورپروری در شرایط جمهوری تاجیکستان از سمت‌های سردرآمدی ساحه کشاورزی محسوب می‌یابد، زیرا باد و هوا، رستنی و گل و گیاه‌های طبیعی که می‌تواند برای کار زنبور و استحصال عسل خوشتم مساعدت نماید زیاد است. تورعلی صاحب نظرف، پرویز سفرف، اسکندری سعید از نویه جلال‌الدین بلخی برای برنامه اخبار. سالی روان کشاورزان ناحیه خراسان نقشه دارند که از 25300 تن خوراک درشت چوروا که طبق دورنما باید جمع آوری نمایند، بیش از 10000 تن اش را از حساب علف‌های طبیعی تلو تپه‌ها تامین می‌نمایند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سعید. ساکنان ناحیه خراسان امروزا برابر وسعت دیگر کارهای صحرایی همزمان با استفاده از شرایط مساعد امسال از حساب تل و تپه ها و شفت روهای ماشینگرد که هر گونه گیاه و علف های خودروی طبیعی از هر سال دیده زیاد می باشد، جمع آوری و همچون خوراک چوروا ذخیره می نمایند. طبق معلومات ریاست کشاورزی ناحیه، دورنمای امسال ذخیره خوراک چوروا 25300 تن بوده، بیش از 10000 تن اش تنها باید از حساب علف های طبیعی ذخیره کرده شود. با این مقصد امروزا جمع با وسعت این گونه علف ها در تل و تپه های بپیدا کنار ناحیه هم از حساب خواجگی های چوروداری و هم از حساب اهالی توسط تکنیکا و به طور دستی ادامه دارد. این زمان در همه شکل های خواجگی داری ناحیه خراسان 96000 سر مایل میده و 40000 سر چوروای کلون شاهتور موجود می باشد که برای ذخیره تامین این مقدار چوروا با خوراکه در فصل زمستان شرایط لازمه فراهم می باشد. مسئولین و کارمندان مؤسسه دولتی منطقوی حیوانات ذاتی ناحیه خراسان اوید به پرورش گوسفند تاجیکی نیز امروزا بهره هرچی بیشتر جمع آوری و ذخیره کردن خوراک چوروا از امکانات های لازمه واسه استفاده می نمایند. ما خواجگی داران کوشش به خرج داریم که جمع آوری خوراک چوروا را هر چی زودتر امسال به انجام رسانیم. سال به نهایت سال خوب آمد، سربری شد، علف در تل و تپه به نهایت زیاد شد. کوشش به خرج میدهیم که نقشه که در نزد ما ایستاده است با سربلندانه اجرا نماییم. تا امروز بیش از 10000 تن دورنمای سالانه ذخیره خوراک چوروا در ناحیه خراسان اجرا گردیده، بهره تامین سریوقتی آن همه امکانات های ضروری موجود می باشد. امروز علف های خودرویی که جمع آوری کرده می شود از طرف روبروی خواجگی چوروا پروری برای ذخیره چوروا برای زمستان ذخیره کرده می شود. کشاورزان و چورواداران برابر جمع آوری علف های طبیعی از چراگاه و دیگر موضع ها میدان های کشت بیده همچنین مقصد دارند که بعد جمع آوری حاصل دور اول زراعت ها در کشت تکراری محصولات خوراک چوروا براه مانده با این واسطه احتیاجات دو ساله چوروای ناحیه را با خوراکه تامین نمایند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعات اخبار از تلویزیون تاجیکستان. خیر، سلامت و سربلند باشید.